به نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما هموطنان عزیز و مخاطبین خاوری مدیا. همزبانان و هموطنان عزیز مقیم فنلند هستند، میدانند که در حال حاضر انتخابات ریاست جمهوری در فنلند است. امشب مهمان ما انجینیر مجتبی جان قانه‌زاده هست، که از آقای قانه‌زاده پرسان میکنیم که چی شد انتخابات به دور دوم رفت، و سوال های دیگر هم داریم که کدام یکی از این دو کاندید برای مهاجران یا برای مهاجرین میتونه گزینه بهتر باشه. مجتبی جان عزیز، اگر سلام علیکه هست بفرمایید که ما سوال های خود را از شما پرسان بکنیم. سلام علیکم جناب آقای خاوری و سلام به بیننده‌های خاوری مدیا، و تشکر از شما که همچین برنامه مفیدی را برای همزبانان و هموطنان مقیم فنلند ثبت و اجرا میکنن و اطلاعات ارائه میکنن برای مردم و برای کسانی که این موضوعات برشان مهم هستند. تشکر. انجینیر عزیز، شما یک از جوانهای فعال در فنلند هستین و میشه گفت یک سرمایه معنوی برای مهاجرین افغانستانی در فنلند هستید، که یک دو سه سال پیش بود شما یک از کاندیدهای شورای شهر در شهر ریسپو هم بودید. به این دلیل ما امشب شما را دعوت کردیم تا سوالایی را که اکثریت نمیشه گفت ولی خیلی هستن از هموطنان ما شاید مطلع نباشند، و همچنان تا جایی را که ما میدانیم شما برنامه های انتخاباتی شورای شهر، پارلمان و همچنان ریاست جمهوری را همیشه دنبال کردید، خدمت تانار شود که چرا انتخابات به دور دوم رفت. خیلی مختصر اگر جواب بتین خیلی عالی میشه. تشکر. در فنلند ریاست جمهوری، رئیس جمهور چرا قم انتخاب میشه؟ انتخابات مستقیم هست و کاندیدها از هر شهری که کاندید هستن، تمام فنلند به چند بخش تقسیم نشده مثل پارلمان و مثل شورای شهر و دیگر انتخابات های دیگر. در ریاست جمهوری کسی که در اولو زندگی میکنه میتونه به هر فردی که خوش داره رای بده در کاندیدا، و کسی که در هلسینکی رای زندگی میکنه همانطور. انال رئیس جمهور هم به این شکل انتخاب میشه که بالای 50% از تمام آرا را باید داشته باشی تا رئیس جمهور شوی. و در این دوره ما دیدیم که آقای الکساندر ستوب که برنده دوره اول میشه با 27% بود، و آقای پکاهاویستو که نفر دوم بوده دوره اول 26%، کمتر از 26% رای گرفته بود، و به این دلیل دو فردی که بیشترین آرا را داشته به دور دوم میره. در دور دوم هم هر کسی که رای بیشتر بگیره برنده انتخابات میشه. رئیس جمهور بعدی خواهد بود. چند کاندید داشته ما امسال؟ 10 فکر کنم بودک. از حزبای سیاسی، از حزبای مختلف بودن، درست؟ بله، از حزب کریستیلیست دموکراتیت، حزب مسیحی دموکراتا ساری اسایاه بود، از حزب مرکزی کسکوستا آقای اولی رین بود، از حزب کوکوموس آقای الکساندر ستوب که برنده دور اول بود، از حزب سبز آقای پکا هاویستو بود، از حزب چپ لی آندرسون بود، از حزب SDP هم یوتا اورپیلاینن بود، و یک نفر هم بدون حزب سیاسی آقای میکا آلتولا بود، و یک حزب کوچک به نام لیکن نوت که آقای هارکیما کاندید بودن، و آقای یوسی هالاهو از پیروسو همالایسیت که میتونه بگیم عبده درصد آرا رو بدی سال بود. بله، سوم شده. یک سوال کوتاه، در انتخابات پارلمانی که سال گذشته بود اگر اشتباه نکنم بیشترین آرا را می فنلندی های اصیل یا پیروشومالاینن میشه گفت اینا آورده بودن، چطور کسی که خود را از او هیز به عنوان ریاست جمهوری کاندید کرده بود رایش خیلی کم بود یا آرایش خیلی کم بود؟ ما اگر مقایسه بکنیم آرای
حزب پروسو مالایسی تا نسبت به پارلمان رأی آقای حالاخود با حزب تقریبا هم سطح بوده، یعنی کم و زیاد بسیار کم بود از نظر فیصدی اگر سعی بکنیم فیصدی اگر حساب بکنیم باید 21-22% نبود، ولی خب ما 18% خود در چند فیصد فاصله داشتک، ولی نال ما پارلمان اگر بگیرم حساب بکنیم تمام فنلند است و کاندیدها هم زیاد هستک و در پارلمان هم کسایی که کاندید هستن افراد مختلفی هستند و کسی که مثلا بر یک فرد از پروسو مالاسید رای میتن و تمام حزب حساب میشه و اینال اگر در ریاست جمهوری مستقیما حزب کارکردی نداره و به این دلیل هم میتونه باشه که چرا مثلا حزب پروسو مالاسید کاندید حزب پروسو مالاسید نتانسته که مثلا فرد دوم باشه و ایرام در نظر داشته باشیم که پیش از انتخابات حزب SDP، حزب چپ و احزاب سیاسی سمت چپ رأی خدا متمرکز کردن به آقای پکه هاویستو، چون یک ترس کلان بین مردم ای بود که آقای یوسی حالاهو به دور دوم نره و به این دلیل بود که مثلا حزب SDP، کاندید حزب SDP یوپتا اورپیلاینن کمتر از 5% رای داشتن، چون کسایی که طرفدار حزب SDP هستن رای خودن به آقای هاویستو اکثریت دادن تا بتونن که ما آقای هاویستو به دور دوم ببریم، یعنی مستقیما افرادی که علاقه داشتن به کاندید خود رای ندادن. درست است. یک سوال دیگه ای را که من از رئیس جمهور حال بپرسم، من فکر میکنم که اکثریت مردم راضی هستن. به نظر شما چطور رئیس جمهور بود؟ یا هستن در حال حاضر هم که هستن؟ بله، آقای سالی نینیستو خیلی فرد پرطرفدار بود در این 12 سالی که رئیس جمهور بوده، که کوشش کرد و توانست که همو پیش، چون آقای سالینیستو هم قبلا هم از حزب کوکوموس نماینده پارلمان بوده و غیره، و ای که از کوکوموس بوده را فراموش کرده بود و رئیس جمهور تمام مردم فنلند بود، یعنی و مشکلاتی که در فنلند رخ داده تانست با یک روش و عملکرد معتدلانه پیش ببره و تمام مردم راضی نگه داشته باشه و اکثریت مردم هم راضی است، همونطور که مثلا دور دوم آقای سالی نینیستو وقتی انتخابات برگزار شد، در دوره اول آقای نینیستو برنده انتخابات شد، اگه غلط نکنم با بالای 70% آرا برنده انتخابات شد بدون از این که اصلا دور دوم بره. 2018 بود نه؟ بله، 6 سال پیش. دو تا کاندید که فعلا به دور دوم رفته میشه بیوگرافیشان را برای ما بگوین و همچنان پالیسیشان را یا دیدگاهشان را راجع به مهاجرین؟ بیوگرافی دقیق همتران ما میتونم از اینترنت بخونم، ولی جایی که خودم یادم هست و کم و بیش اطلاع دارم، آقای الکساندر استوب 55 سال سن داره، دکترای فلسفه را درسش خوانده، فعلا در دانشگاه ایتالیا مشغول کار است، رئیس یکی از اینستیتوت های دانشگاه ایتالیا هستک. در گذشته سیویش اگر ما ببینیم نخست وزیر بوده، وزیر خارجه بوده، وزیر مالیه بوده و وزیر اروپا هم اگر اشتباه نکنم بوده و در پارلمان دکترای فلسفه را درسش خوانده، فعلا در دانشگاه ایتالیا مشغول کار هستک، رئیس یکی از اینستیتوت های دانشگاه ایتالیا هستک. در گذشته سیویش اگر ما ببینیم نخست وزیر بوده، وزیر خارجه بوده، وزیر مالیه بوده و وزیر اروپا هم اگر اشتباه نکنم بوده و در پارلمان نماینده پارلمان بوده و در اتحادیه
اروپا هم نقش مهمی را ایفا کردن و عنوان نمایندگی از فنلند. آقای هاویستو 65 سال سن دارد، وزیر محیط زیست بوده در گذشته، وزیر خارجه بود در دولت قبلی و چندین وزارت دیگر را نقش داشتک و فعلا در اپوزیسیون نماینده پارلمان هستک و رشته تحصیلیشم علوم سیاسی را در دانشگاه شروع کرده ولی به اتمام نرساندک. وظیفه رئیس جمهور در فنلند ای هستک که سیاست خارجی و سیاست امنیت فنلند هدایت بکنه، یکی از مهمترین وظیفه های رئیس جمهور فنلندی هستند و از این لحاظ که ما اگر سیوه هر دو کاندیدا ببینیم، هر دویشان بسیار فرد بین المللی هستند و تجربه زیادی دارند در این عرصه، از او خاطر یک ذره انتخاب آدم میتونه سخت باشه بین فنلندی هم اگر ما بخوایم دقیقی را بررسی بکنیم. و سوالی که درباره از این که کدامش برای مهاجرین بهتر و خوب هستک، سوال سختی تقریبا میتونیم بگیم هستک و میتونیم بگیم که رئیس جمهور در فنلند نقش مهم و اساسی در این که سیاست مهاجرین و سیاست مهاجرت در فنلند چه رقم پیش میره را نداره. یعنی ای که چه رقم چی پالیسی های را در فنلند در 6 سال آینده پیش میبره به دست پارلمان هستک و دولت هستک. رئیس جمهور و ما فقط میتونیم اونا دقت بکنیم و تحقیق بکنیم این هستک که مثلا پکا هاویستو در مثلا انتخابات قبلی پارلمان در سوالاتی که ازش مثلا در گذشته ازش شده در باره مهاجرین و مهاجرت، سوالاتی که شده جوابشان چی بوده و همینطور از آقای الکساندر ستوب گذشتهشان رو ببینیم و هموقع که من اطلاعات کسب کردم و دیدم هر دو کاندید مهاجرین دوست دارن و به این باور هستند که مهاجرین دولت و جامعه فنلند غنی می‌سازه و این یک پوینت مثبتی است که از هر دو کاندید که این نظرات داره. ولی اگر ما بخوایم از نظر حزبی ببینیم، الکساندر ستوب از حزب کوکوموس کاندید هستک و آقای پکا هاویستو مستقیما از حزب ویهرات کاندید نیستن ولی حزب ویهرات و حزب سبز ها ایشان حمایت میکنن و از این دو حزب اگر بخوایم مقایسه بکنیم، حزب سبز برای مهاجرین بیشتر کار کردن و برای مهاجرین برایشان مهمتر هستک نسبت به کوکوموس. یک سوال خیلی کوتاه، یک جواب کوتاه، کدام یکی را به نظر شما باید ما برش رای بدیم؟ هموطنهای ما خوشبختانه همه هوشیار و فکر و ذهن سیاسی دارن، میتونن خودشان انتخاب بکنن. من مستقیم نمیتونم چیزی بگم کدامش بهتر است برای ما. چی اشخاص غیر از فنلندی منظورم است میتونه در این انتخابات مثلا رای بدن؟ واجب و شرایط و کسی که بتونه رای بده در این انتخابات فقط سیتیزنشیپ فنلند داشته باشه، یعنی ای که پاسپورت سرخ از لحاظ سنین هم باید بالای 18 باشه دیگه، یا مو 18 رو پورا کرده از نظر سنین هم که بالای 18 مو 18 رو تا روز انتخابات پورا کرده باشه. بله درست است. انجینر عزیز، وظایف ریاست رئیس جمهور در فنلند دقیقا چی است؟ همونطور که پیشترم در بین گپایم گفتم، رئیس جمهور در فنلند میتونیم بگیم که یک فرد تشریفاتی بیشتر هست تا ای که قدرت مستقیم داشته باشه. یکی از مهمترین وظیفه های رئیس جمهور در فنلندی هست که هدایت کننده سیاست خارجی و سیاست امنیت در فنلند هست. یعنی کارهایی که مربوط به وزارت خارجه فنلند می باشد را رئیس جمهور پیش می بره؟ خیر، وزارت خارجه می تونه بگیم که وزیر وزرا و نخست وزیر را که انتخاب می شه رئیس جمهور در اصل از نظر قانونی انتخاب می کنه، ولی در عمل و در واقعیت اینطور نیست که دولت پارلمان و مردم با انتخاب مردم انتخاب میشه ولی رئیس جمهور هم امضای نهایی رو میکنه. ولی سوال شما، وزارت خارجه
کارکرد خود دارن. ولی مثلا ما مثال براتون بزنیم، وقتی که روسیه با اوکراین حمله کرد، اولین کاری که رئیس جمهور فنلاند فعلی یعنی اولینی نیستو کرد این بود که به زودترین وقت تیکت طیاره گرفت، رفت پیش آقای بایدن در آمریکا، ملاقات داشتن و گفتگو را شروع کردن بر ازی که عضو ناتو شویم. یعنی رئیس جمهور فنلاند مهمترین وظیفه‌ش این هست که در خارج از فنلاند نمایندگی بکنه فنلاند. این کاری که مثلا روسیه حمله کرد به اوکراین و اولینی نیستو تیکت طیاره گرفت رفت آمریکا با ملاقات داشته با رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور بریتانیا، رئیس جمهور فرانسه به زودترین وقت، اینی یک کاری هست که رئیس جمهور باید انجام بده در وظیفه‌اش هست، در دیپلماسیش در پای رئیس جمهور هست. بله بله، ای کاری که وزارت خارجه انجام میده او کار وزارت خارجه هست دیگه، یعنی رئیس جمهور ده او کاری نداره. مشتبه جان عزیز، تشکر از اطلاعات بسیار عالی که با ما و دوستا و همزبانان عزیزی که مقیم فنلاند هستن شریک کردی. حالا فرق بین این دو رئیس جمهور چی است؟ اگر امیر یک معلومات که بر ما ارائه بکنی شاید بیشترتر مثلا دوستا توجه بکنن، بعدش بکی باید رای بده. بله، فرق بین این دو رئیس جمهور آنقدر زیاد نیست میتونه بگم، ولی بازم در گفتگوهایی که در تلویزیون و مناظره هایی که برگزار میشه و هست کم کم فهمیده میشه و سوالاتی را که ازشون میشه در والیکونتی که در روزنامه ها سوال شده ازشون به جواب دادن، از اون طریق آدم میتونه فرقایش را پیدا کنم. که همی دیروز بود یک آرتیکلی در روزنامه اوله بود فکر کنم نوشته شده بود در باره از اینکه پنج فرق بین ای دو کاندید چی هستک، که بسیار خوب و جامع بودک و ما مگر ذهن یاری بکنه برتان بگم که فرقای اساسیشان چی بود. یکی از مهمترین گپایی که است که فنلاند عضو ناتو شده و سیاست که در ناتو فنلاند چه رقم پیش ببره بسیار مهم است که رئیس جمهور در این نقش کم و بیش داره. مثلا آقای الکساندر ستوب در این نظر هست که ناتو خب بمب اتم داره و آقای الکساندر ستوب در این نظر هست که اگر ناتو بخواید میتونه خاک فنلاند استفاده بکنه برای اینکه مثلا بمب اتم از بندر فنلاند یا یک از فرودگاه‌های فنلاند در یک جای دیگه انتقال بده، یا بمب اتم حتی بیاره در فنلاند جور بکنه یا یک از پایگاهش باشه. و آقای ستوب نظر موافق داره در این باره، ولی آقای هاویستو باز نظر مخالف داره و نمیخواد و میگه که بمب اتم نیازی نیست از حتی از فنلاند، از هوای فنلاند، از آب فنلاند بگذره، یا حتی چی برسه ای که حتی ما به یک پایگاه دائمی داشته باشیم در چیز فنلاند. مهمترین فرقشان ای هستک. و یک فرق دیگه ای هستک که آقای الکساندر ستوب در فنلاند کسی که رئیس جمهور بخواهد شوه باید در فنلاند متولد شوه، یعنی کسی که فقط پاسپورت سرخ داشته باشه و کل عمرش در فنلاند زندگی کرده باشه ولی تولد اینجا نشده باشه نمیتونه رئیس جمهور شوه. و مثلا آقای هاویستو در این نظر است که ما میتونیم این قانون تغییر بدیم و کسی که مثلا نیاز نیست 100% متولد فنلاند باشه که رئیس جمهور بخواد شوه، ولی آقای ستوب میگه که نه، باید متولد فنلاند باشه. یک فرق دیگه ای هست که همونطور که پیشتر گفتم در محکمه افرادی که مجرم هستن باید سال یک دفعه رئیس جمهور میتونه آنها رو ببخشه، مثلا کسی که یک جرم را مرتکب شده باشه و در زندان هست رئیس جمهور یعنی از طرف رئیس جمهور دقیقا. ولی آقای ستوب در این نظر هست که این کار میتونه در آینده باشه، ولی آقای هاویستو در این نظر هست که ما این حق باید به محکمه بتیم و محکمه این تصمیم بگیره که کی عفو شوه و کی بخشیده شوه و کی نشوه. این فرقای کلان و اساسی هست که بین این دو کاندید هست. و اگر وقت بیشتر باشه میتونم بیشتر بفرمایید، اما یه پنج سال تکمیل بکنید انجینر عزیز. بله، یک فرق دیگه ای بوده که بحث از این هست که پایگاه نظامی
و نیروهای خارجی در فنلند باید باشه، اجازه دارن بیاین یا نه؟ آقای استوب در این نظر هست که میتونه، ما حتی میتونیم پایگاه دائمی نظامی در فنلند، خاک فنلند داشته باشیم، میتونیم سربازای دائمی از آمریکا بیاین در فنلند یا از کشورهای عضو ناتو بیاین در فنلند باشن و در اینجا مثلا تمرینات داشته باشن یا؟ ولی آقای هاویستو باز میگه که ما قرارداد بین آمریکا و فنلند یک قرارداد امضا شده، ما انبارهای سلاح در آینده میتونیم بسازیم و قراردادم امضا شده و این داره پیش میره، همین کافی هست فعلا و نیازی نیست که ما پایگاه دائمی نظامی آمریکایی یا ناتو در فنلند داشته باشیم در پهلوی روسیه. یا یک فرق دیگه بوده، یک فرق خرد و ریزه دیگه ای هست که آقای استوب فعلا همی سربازی را در این نظر هسته که همی روش همی سیستم که فعلا هسته که مناسب است و تغییراتی نیازی نیستش آورده شد، ولی آقای هاویستو در این نظر هسته که فعلا در فنلند مردها فقط سربازی برشان اجبار است و آقای هاویستو کم و بیش در این نظر هسته که خانوم ها و زن ها میشه که یا ای که اجباری شوه برای همه یا ای که آزاد شوه برای همه، یعنی بین مرد و زن فرق نباشه. و یک نظر و یک پیشنهادی که آقای هاویستو در انتخابات داشته ای بوده که ما یک دوره آموزشی برای تمامی شهروندانی که در فنلند زندگی میکنه و تمامی افرادی که در فنلند هسته یک دوره آموزشی داشته باشیم که بخش امداد رسانی، بخش کمک های اولیه و یار برای کلگی داده شد و این درس و اگر خدای نخواسته کدام جنگ و چیزی رخ بده در فنلند، تمام مردم در فنلند این آمادگی را داشته باشند که بتونن مثلا اگر کسی زخمی چیزی باشه بتونن کمک بکنه و امداد رسانی بکنه. انجینر عزیز، خوب است که اینمی فرصت مهیا شده که ما یک سوال دیگر را هم از شما پرسان بکنم. ما بارها دیدم عده زیاد از هموطنهای ما، همزبانهای ما نگران هستند به خاطر گرفتن تابعیت فنلند، حتی اونایی که در کمپ هستند یا دوستایی که رفتن ازدواج کردن، مشکلات مثلا پیوند خانوادگی. مگه قانون فنلند قرار است که بزودی تغییر بکنه؟ یعنی امی حزب کوکوموس و پیروسو مالایشت این دو حزب یا سه حزب است ما فکر میکنم ائتلاف کردن و قرار است که یک سری قوانین را بر مهاجرین سختتر بکنه، همین قانون ها تصویب شده؟ بله، سوال خوبی است که این مستقیما با ریاست جمهوری ارتباط هم نداره ولی بازم مهم هست چون برای مهاجرین و برای هموطنان ما این سوال خط میشه و در صفحات مجازی اخبار مختلف نشر میشه. همون رقم که ما کل ما اطلاع داریم، انتخابات پارلمانی که گذشت، در انتخابات پارلمانی احزاب راستگرا رای بالایی را آوردن متاسفانه و احزاب چپ کمتر رای گرفتن و دولت هم احزاب راستگرا مثل کوکوموس و پروسو مالست و کریستیلیس دموکراتیت دولت تشکیل دادن و از کارکرد و برنامه هایی که این احزاب داشتن میتونیم ببینیم و میتونیم این را درک بکنیم که بسیار سیاست هایی که قانون سختتر میکنه برای مهاجرین اعمال میکنن و در پلانشان این هست که در 4 سال آینده این قانون ها را تصویب بکنن. همونطور که ما در اکثر کشورهای اروپایی میبینیم مثل آلمان، مثل هلند، مثل فرانسه، احزاب راستگرا روز به روز قدرت بیشتر میگیرن و سیاست های ضد مهاجر زیادتر میشن و زندگی برای مهاجرین سختتر میشه. در فنلند هم همینطور هست، همین روند هست و پروسو مالایست کوکوموس و کریستیلیس دموکراتیت دولتی که این سه حزبی که فعلا دولت تشکیل دادن پیشنهادات مختلفی داشتن در این باره که ما بتونیم مثلا تابعیت سخت‌تر بکنیم، از 4-5 سال بگیریم در 8 سالش بکنیم، درآمدی که ماهانه
یک فرد داشته باشه بتونه به خانواده الحاق خانواده بکنه و درآمد بالاتر بکنن، مثلا وارد شدن در فنلند سخت‌تر باشه، یا برنامه هایی هستن که این دولت فعلا زیر کار داره و در 4 سال آینده آرام آرام این قانون ها را در پارلمان ارائه میکنن و به احتمال زیاد تصویب هم میشن متاسفانه، ولی فعلا این قانون ها پیش نرفته در پارلمان و فعلا این کارا را عملی نکردن، ولی میتونیم بگیم که در 2-3 سال آینده این نوبت او قانون ها میشه. همونطور که یادآوری کردی، خب امی بحث ما پیشتر اشاره کردم که از فرصت باید استفاده بکنیم و امی سوال ها را امی بحث را باز بکنیم. ما بارها دیدیم، خودت هم خونه در پایتخت زندگی میکنی، بارها فنلاندی ها در سرک ها در خیابان ها ریختن بر ضد امی دولت فعلی که در پارلمان حاکم هستن شعار دادن. به نظر شما تظاهرات اینا تاثیرگذار هستن یا نه اینکه اونا به هر حال کار خودشان رو میکنن؟ چندین تظاهرات برگزار شد، اما وقتی که تابستان مخصوصا وقتی که از سطح وزیر در فنلند تکست های مختلف ازشان بیرون آمدن که بسیار راسیست و نجات پرستانه بودن، تظاهرات های مختلفی برگزار شد، ولی تنها تأثیری که میتونم بگم داشتی بود که اما وزرا اجبار شدن یکیش که استعفا بده و دیگریش هم معذرت خواهی بکنه و همین قدر. ولی از نظر از این که بگم که این قانون ها و برنامه هایی را که داشتن و منصرف شدن و این کارا را این قانونا را نمیخواین تصویب بکنن، از اون لحاظ تأثیری نداشته متاسفانه. بسیار عالی، تشکر انجینیر صاحب مشتبه جان قانه‌زاده از اینکه برای ما فرصت دادی و بسیار اطلاعات مفید را با ما و دوستا شریک ساختی. تشکر از شما. خواهش میکنم آقای خاوری، و تشکر از شما و تشکر از تیم خاوری مدیا. سلامت باشید. تشکر از شما دوستا که تا این دم ما را بیننده بودید. شب و روزتان بخیر. خدا حافظتان. خدا حافظ.